با عرض سلام خدمت همکاران گرامی، در ادامه مبحث کانسپت ها و ایده های اندو من مطلب رو میخوام ادامه بدم. خدمتون عرض کنم که از دیدگاه شخصی من کانسپت های اندو بسیار مهم هستند، چرا که در واقع یک فونداسیون هستند برای شما که میتونید بر اساس اونها تکنیک ها رو سوار کنید، وسایلتون رو تهیه کنید و به درمان بپردازید. و اگر شخصی همه اینها رو داشته باشه ولی کانسپت صحیح نداشته باشه، این کار میتونه به عدم موفقیت دچار بشه. در واقع شاید اگر کانسپت درستی داشته باشیم و اگر نواقص ظریفی هم در کارمون وجود داشته باشه، ما میتونیم برخلاف اون حالت اول موفقیت داشته باشیم. خب پس لازم است که ما کانسپت هامون رو یک مقداری تغییر بدیم. ببینید، همیشه یک سایه از عدم موفقیت در واقع کنار موفقیت های ما و درمانهایی که انجام میدیم وجود داره. شکست های مکرر میتونه باعث دلسردی ما بشه، باعث در واقع خلوت شدن مطب ما بشه و کم کم بیمارا از ما جدا بشن، که خب برای یک دندان پزشک اصلا پدیده خوبی نیست. ما بایستی انتخاب کنیم، یک انتخاب خیلی مهم، انتخاب بین این که میخواییم در کارمون موفق باشیم یا مرتب دچار عدم موفقیت بشیم. اینجا در واقع بر سر یک دوراهی قرار گرفتیم و باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. ما اینجا یک فاکتوری هم داریم تحت عنوان ریسک. ریسک پذیر بودن خوبه، ولی این ریسک یک میزانی داره، یک مدیریتی داره. باید یک اندوخته ای از مهارت و تجربه داشته باشیم در کنار اون. حالا اگر کمی هم ریسک بکنیم اشکال نداره، ولی تصور کنید که ما در کارمون مهارت نداریم و به درمان هر کیسی میپردازیم. در واقع هر گونه ریسکی رو برای درمان خودمون قبول میکنیم و اینجاست که در واقع ما خودمون رو در معرض یک سری مشکلات قرار میدیم و متاسفانه باعث از دست رفتن دندون بیمار میشیم. نبایستی ما درمان را شروع کنیم و سپس متوجه پیچیدگی درمان بشیم. پیچیدگی درمان یک سری علائم و نشانه هایی داره که قبل از شروع درمان ما میتونیم اونها رو خوب بررسی کنیم، ارزیابی کنیم و سپس به درمان کیس بپردازیم. فیلر در واقع چیزی نیست که بگیم که کسی که موفقه اصلا نداره. افرادی که موفق هستند اونها هم دچار فیلر میشن و این فیلرها رو در واقع ازش درس گرفتن. فیلر نبایستی تبدیل به یک عادت بشه. این مسئله اصلی است. اگر عادت کنیم خطاهای یکسان رو مرتب انجام بدیم، ما در واقع در کارمون هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. برعکس، در برخورد با اولین موردی که ما دچار خطا میشیم، بایستی به این مسئله فکر کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، مطالعه کنیم، بپرسیم، ببینیم چرا این مشکل ایجاد شده و در بیمار بعدی کاری انجام بدیم که این کار کم رنگتر بشه و در بیمار بعدی اصلا وجود نداشته باشه. به این ترتیب هست که ما میتونیم خطاها رو از در واقع دامان درمانامون حذف بکنیم و به یک درمانی برسیم که با کمترین میزان خطا مواجه باشه. ما به این ترتیب یک اسبی سوار میشیم که این اسب ما رو میبره به سمت موفقیت و برخلاف اون اگر دقت نکنیم به این مسئله، مرتب موجب ضربات عدم موفقیت ها به خودمون خواهیم شد. اینو باید خدمتون عرض کنم که فیلر متضاد موفقیت نیست. فیلر در واقع یک جزئی از موفقیت هست، به شرطی که شخص عمل کننده از این فیلرهاش درس بگیره. به این ترتیب به تدریج و با اصلاح روشهای خود میتونه به موفقیت برسه. و در واقع این فیلر هست که به ما چیز یاد میده. ببینید، اندو از ابتدا به این صورت نبوده. در طول سالیان زیادی که رشته اندو به اینجا رسیده، مرتب با فیلر مواجه بوده.
و این همین فیلرها بودن که باعث شدن که افرادی پیدا بشن کاری رو انجام بدن که این فیلرها کم بشن، کم رنگ بشن. مرتب روش‌های جدید، وسایل جدید، همه اینها به خاطر این بوده که ما در واقع فیلر داشتیم و این کوشش‌ها باعث شدن که این فیلرها کمتر بشه. چه بسا اگر این فیلرها وجود نداشتن، درمان اندو هنوز در حد درمان‌هایی که در سال‌های بسیار دور بود مونده بود و به این حد از پیشرفت نرسیده بود. خب مسئله که هست اینه که نبایستی ما تسلیم بشیم. تسلیم شدن باعث میشه که ما درجا بزنیم و این درجا زدن باعث میشه که ما مرتب به سمت عقب بریم. برعکس، باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، یاد بگیریم، آموزش ببینیم، دوباره کار کنیم، کارمون رو چک کنیم، مجددا کار کنیم، تمرین کنیم و اینقدر این کار رو انجام بدیم تا در این زمینه بینش کافی رو به دست بیاریم و بتونیم موفق بشیم. اگر ما از فیلرهامون چیز یاد بگیریم، درس بگیریم، ما میتونیم در واقع در کارمون موفق بشیم. در واقع فیلرها آجرهایی هستن که روی هم چیده میشن به شرطی که یک سیمان خوب از جنس اصلاح فیلر در بین این آجرها قرار بگیرن و اون وقت هست که میتونیم یک آسمان خراش خیلی زیبا از موفقیت برای خودمون و بیمارانمون بسازیم. میخوایم یک پرش بلندی داشته باشیم از عدم موفقیت به سمت موفقیت و در این زمینه تمام نکات مثبتی که به نظر میرسه کمک کننده هستند رو بایستی به کارمون اضافه کنیم. در واقع ما بایستی یک پکیجی درست کنیم که روز به روز آپدیت میشه، اشکالاتش برطرف میشه تا بتونه تبدیل بشه به یک تجربه بسیار خوب و یک مهارت ارزشمند. اینجا یک در واقع طیفی رو من میخوام خدمتتون معرفی کنم که یک سر اون عدم موفقیت هست و سمت دیگر این طیف موفقیت. در این میان یک سری در واقع المان ها و اجزایی وجود داره که این در واقع همون مراحل کاری و جزئیات درمانی هست. هر چقدر ما هر کدوم از این مراحل رو به نحو بهتری انجام بدیم، راندمان کلی درمان ما بالا خواهد رفت. شما نمیتونید یه کانالی رو که اکسس کویتی خوب روش نزدید خوب آماده سازی بکنید و کانالی که خوب آماده سازی نشده نمیتونید که خوب اون رو پرش بکنید. ببینید، کانالی که در واقع پر از اسمیلایر هست و شستشوی خوب در اون داده نشده، این کانال تمیزی نخواهد بود. و همچنین مسئله بسیار مهم ایزولیشن، شما تمام مراحل بسیار عالی با تکنیک خوب انجام بدید ولی مرتب سعی میکنید به حذف میکروارگانیسم از درون کانال ولی با لیک بزاق خروار میکروارگانیسم وارد کانال میشه. انواع میکروارگانیسم هایی که درون کانال در واقع اصلا وجود ندارند و این چیزها هستند که ظرافت درمان رو مشخص میکنن و در آینده باعث میشن که یک شخصی در کارهاش موفق باشه و یک شخص نباشه. در واقع ما روی یک پلکان به سمت بالا داریم قدم برمی‌داریم. هر روز بایستی بهتر و بهتر بشیم. بایستی مهارتامون رو افزایش بدیم. اگر اشکالی می‌بینیم باید بپرسیم. بایستی آموزش ببینیم و تمرین کنیم. مجدداً تمرین کنیم، تکرار کنیم و اونقدر تکرار و تمرین رو انجام بدیم که این آموزه در واقع ملکه ذهن ما بشه. خب یک سوال بسیار بسیار اساسی در این زمینه این سوال هست که عامل اصلی عدم موفقیت در درمان ریشه چیست؟ ببینید، شما تمام مراحل رو اگر انجام داده باشید، به نحو خوب انجام داده باشید، حالا کمی و کاستی هم داشته باشه،
باقی موندن میکروارگانیسم ها یا اینکه میکروارگانیسم بتونه مجددا به این سیستم دسترسی پیدا بکنه، درمان شما رو به سمت عدم موفقیت میبره. یک پاندول اولیه میتونه با ضربه‌ای که وارد میکنه باعث حرکت همه این پاندول ها بشه و این پاندول اولیه در واقع همون میکروارگانیسم هست. تحقیق بسیار ارزشمندی محقق ژاپنی کاکهاشی و همکاران در سال 1965 بر روی نقش میکروارگانیسم‌ها در موفقیت یا عدم موفقیت درمان ریشه در واقع انجام دادند و یک در واقع تحقیق زیبایی رو قلم زدن که میشه گفت که سنگ بنای اندوی مدرن امروز قرار گرفت. کاکاشی دو گروه رت رو انتخاب کرد، رت یا در واقع همون موش صحرایی. گروه اول گروه رت‌های معمولی بودند که مثل ما انسان‌ها دهانشون در واقع حاوی فلوروباکتریال بود و یک سری رت‌های دیگه تحت عنوان رت‌های جرم فری که این رت‌ها در شرایط خاصی زاد و ولد شده بودند، نگهداری شده بودند و عاری از هر گونه فلوروباکتریال در مخاط‌هاشون بودند. حالا یک کار ثابت رو بر روی این دو گروه انجام دادن. اون کار ثابت این بود که پالپ دندون این رت‌ها رو اکسپوز کردن. یک برش ساده دادن، پالپ اکسپوز شد و به همین صورت اکسپوز در دهان باقی گذاشتن. مرتب رت‌ها رو در واقع بررسی و فالوآپ می‌کردند و نهایتاً اومدن اونها رو ارزیابی کردن. در رت‌هایی که کانونشنال بودن و رت‌های معمولی بودن، شبیه مشکلاتی که برای بیماران ایجاد میشه برای انسان‌ها، دندون پالپش نکروز شده بود، زایه اپیکار تشکیل شده بود، سینوسترک ایجاد شده بود، دندون دچار لقی شده بود و همه این مسائل به وجود اومده بود. در صورتی که در رت‌های جرم فری پل آجی در ناحیه پالپ اکسپوز تشکیل شده بود. ببینید بدون اینکه کاری انجام بشه، خمیر کرسمورسایدی قرار داده بشه، پل آجی ساخته شده بود. پالپ وایتال باقی مونده بود. هیچ گونه آثاری از لقی و یا زایه اپیکال و سینوسترک در این رت‌ها دیده نشد. خب با همین مقایسه ساده میشه به این نتیجه رسید. پس آن چیزی که باعث عدم موفقیت میشه در واقع وجود و حضور میکروارگانیسم هست. پس به عنوان یک نتیجه گیری منطقی و اصولی ما بایستی همیشه سرلوحه کارمون در درمان ریشه این باشه که میکروارگانیسم نبایستی باشه، اگر هست بایستی تا اونجا که ممکنه حذفش بکنیم و نهایتاً سیستم رو به نحوی در واقع ببندیم با یک ترمیم موقت بسیار خوب تا اینکه میکروارگانیسم جدیدی نتونه به این سیستم اضافه بشه. خب من اینجا میخوام در مورد یک مسئله دیگه خدمتتون صحبت کنم و اون مسئله سوء تفاهم های اندو هست یا میسکانسپشن ها، چیزهایی که ما اشتباه راجبش فکر میکنیم و در واقع این طرز تفکر اشتباه میتونه باعث بشه که ما دچار میسهب ها بشیم. میسهب یعنی در واقع همون خطاهایی که در هنگام درمان اندو ما انجام میدیم. این میسکانسپشن ها و میسهب ها در واقع با هم همپوشانی دارند و اگر شخص در مورد خطاهایی که مرتباً در واقع انجام میده اطلاع نداشته باشه و اصلا ندونه که من دارم این خطا رو انجام میدم، مرتب دچار خطاهای مکرر میشه و خطاهای مکرر منجر به داشتن تعداد زیادی بیمار ناراضی با عدم موفقیت. خب این قسمت
مبحث در واقع کانسپت های اندو و میسکانسپشن ها رو در همین جا من به پایان میبرم. ادامه بحث باز صحبت های قابل توجهی خواهم داشت که از اون خواهش میکنم که حتما به صورت سلسله وار این موضوع را دنبال کنید. روز خوبی داشته باشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.